به نام خدا و به یاد شهدا، امروز چهارشنبه 19/1393 دیلنده 9 دیار لسه و درین امکال مطابق 10 دسامبر 2014 کال ساعت نزدیکی 5 بعد از ظهر است. من در دفتر وکالت خود سرگ دارلمان ریاست امنیت 5 قبلی فعلا الحاقی پارلمان هستم. هر وکیل یک دفتر مثل دفتر من. فعلا در دفتر خود من با خواهر ما بی بی زهرا هستم که دیروز برای من تلفن کردن، گفتن که جگرشان مشکل دارد. 6 ماه پیش در پاکستان رفته بودن، در آنجا گفته بود که اگر عملیات نشود خونریزی داخلی میکند و خدا نخواسته جانشان در خطر هستند. 9 ماه قبل اینها درخواست کرده بودند از وزارت صحت عمومی افغانستان که با اینها همکاری کند، چون وزارت صحت عمومی افغانستان با ترکیه، هندوستان و بعضی کشورهای دیگر موافقت نامه همکاری صحی دارد. اسناد و مدارکی که اینها ارسال کرده بودند اینجا برای من پیش هست آوردن. خوشبختانه وزارت صحت عمومی ما بعد از نظری موافق کمیسیون در وزارت صحت عمومی تصمیم گرفتند که اینها در ترکیه روان شوند تا تداوی شود. و این هم مکتوبی است که از وزارت صحت عمومی افغانستان است به تاریخ 10/8/1393 و همچنین وزارت صحت منستری آف هیلس ترکیه هم مکتوبش است که به تاریخ 21 اکتبر 2014 است قبول کردن عملیات شوند. در ترکیه در شفاخانه عملیاتشان از طرف حکومت افغانستان یا حکومت ترکیه و دواهایی که در داخل شفاخانه در ترکیه هست و اینها نیاز دارد هم مجانی در اختیارشان قرار می دهد. در واقع در عملیات جگر خواهرشان می گیرند و پیوند می دهند به خواهر ما. در این سفری که اینها می روند مصارف بود و باششان در ترکیه، مصارف دوایی که خارج شفاخانه باید بخرند به عهده اینهاست و همچنین تیکیتی رفت و برگشت به عهده اینها می باشد. پدرشان که یک فرد بیکار است، اینها 3 نفر باید اینها را همراهی کنند. خواهرشان می رود به خاطر که جگر خود را در اختیار خواهر خود قرار می دهد که پیوند داده شود و پدرشان به عنوان پایواز می رود، چون دو خواهر ما تنها رفته نمی تواند. اینها تکیت هم خریدن، تکیت هایی که خریدن برای 3 نفر هم اینجا برای من آوردن. پولی که اینها در اختیار دارند برای مصارف بود و باششان در ترکیه، خرید احتمالی دوا خارج شفاخانه و همچنین مصارف جانبی دیگری که لازم است کافی نیست. بنابراین اینها به من تلفن کردند، از من خواهش کردند که برایشان کمک کنم. شما وطن دوستان ترک زره زره کمک های خود روان میکنید، منم سعی میکنم با درایت، شفافیت، مدیریت و صداقت این کمک های شما را به افرادی که واقعا مستحق است برسانیم و فیلم هایشان را در فیسبوک میگذاریم که شما خود هم از رسیدن پولتان به من مطمئن میشوین و هم از اینکه کمک ها بدون تبعیض قومی و نژادی و زبانی و مذهبی و افراد مستحق رسیده و همین که پول به جا حیف و میل نشده است، چون من میدانم با هزار زحمت شما این پول را پیدا میکنید. نن زپخپل دفتر کیم په پخوانی ریاست 5 دلتا د خلکو استاس و هر یو داسې دفتر د ماغون دفتر لري. نن زه غواړم چې د تاسې د پیسې نه د بیبي زهرا مرسته وکړو. دوی ناروغه ده، باید ولاړ شي په ترکیه کې. د افغانستان د صحت عمومي کمیسیون تایید کړی دی چې دوی نه کیږي چې په افغانستان کې تداوی شي. اما له بده مرغه دوی اقتصادي وضع ښه نه ده. 50,000 افغانۍ زه د دوی سره مرستې کوم او که دا عملیات ونه شي د دوی ژوند په خطر کې دي. هموطنان عزیز، از پول شما من 50,000 افغانۍ کمک میکنم. این کافی نیست. خواهر ما محصل است، 19 ساله است، آینده افغانستان است و خدا نخواسته اگر عملیات نشود جانشان در خطر است. دعای زنا 100% قبول می شوند، چون اگر خداوند لطف کند و این عملیات موفقانه صورت می گیرد شما زندگی را دوباره می بخشین به یک خواهری جوان ما و این بزرگترین ثواب است. اگر زبانش دعا نکند من معتقد هستم که قلبشان دعا می کند. خواهری ما سلام، تقدیم می کنم خدمت شما هموطنانیم که با همگی است
همه گیم کسایی که نیازمند کمک شما هستند کمک میکنن و یک جهان سپاس از آقای بشار دوست که همچنان با ما کمک کردن. دیروز ما برشان زنگ زدیم و اینا با ما رو به دفتر خود خواستند و نظر و اسنادی که برشان رو کردیم که وزارت صحت عمومی افغانستان قبول کرده بود که ما متداویم که هیچ امکان نداشت در افغانستان و دیگه اگه در پاکستان هم میشد بسیار هزینه گزاف داشت که ما وضع اقتصادی ما اصلا خوب نبود. بعد از اون ما درخواست دادیم تقریبا 9 ماه پیش و وزارت صحت عمومی افغانستان و تاییدش از طرف وزارت صحت عمومی ترکیه آمد و حالی ما روز جمعه قرار است که به خاطر عملیات به ترکیه برم و ما پیسه تکتار رو پرداختیم، اما مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد است که نمیتونیم، یعنی اگر اونجا بودوباش داشته باشیم برای که اونجا تداوم بشه باید مصارف بودوباش در هتل غذا و دیگه مصارف خارج از شفاخانه اگر دوای ضرورت شود باره باید خودمو داشته باشیم پیسه شود. ما پیسه نداشتیم و همین خاطر ما با آقای بشار دوست گفتیم، با آقای بشار دوست پیسی شما با ما 50,000 افغانی کمک کردن که بسیار زیاد سپاسگزار هستیم از شما و من واقعا از شما تشکر میکنم. اگر ما در اینجا چون عملیات نمیشدم تقریبا 6 ماه دیگه به خاطر زندگی وقت داشتم، یعنی دیگه با 6 ماه دیگه نمیتونستم دیگه زندگی کنم یا مثلا مشکلات دیگه برام پیش میشد، از خاطر خواستم که با کمک شما اگر شبه با کمک آقای بشار دوست دیگه با زندگی میدامم بتون با یک وقت در آینده یک مستر خدمت در جامعه خود شب. بعد دیگه عملیات مکس عملیات جگرم است که جگرم مشکل داره، یعنی باید بیخی برداشته شوه و یک پیوندی از جگرم خواهرم با ما داده شوه چون به مرور زمان چون از خود از بین رفته جگرم و دیگه نمیتونم امرای جگر دیگه زندگی کنم. تشکر از توجه شما. این هم 50,000 افغانی از پول شما وطن دوستان نو جدید کاغذ پیچ که قبلا خوارشان حساب کردن من در اختیارشان قرار می دهیم. یک برگ سبز تحفه درویش است. 50,000 افغانی ده چی دی دوی سر دی تاس پیسی نمرستی که و دی دوی دعا رو مرو قبول کیجی دوی امدارنگ چی گویل نور التیا هم لری متنان ما اینا نیاز به کمک دارد. شما واقعا یک افغان ما را یک انسان یک جوان میتونین که زندگیشان از خطر نجات بدهین، این بزرگترین ثواب است. هموطنان عزیز کمک شما ضروری است چون با 50,000 افغانی اینها نمیتوانند مصارف پودوباتشان و دوایشان نیاز باشه و بعضی مصارف دیگر هم که در زندگی در کشور بیگانه نیاز پیدا میکنه نیاز دارن. بنابراین من از شما میخواهیم که به اینها کمک کنید. بهترین راه کمک، بهترین طریقی کمک این باشد که مستقیم با خود اینها تماس بگیرین تا با من، بخاطر که من در افغانستان هستم و اینها در ترکیه هست، شما میتوانید که مستقیم با اینها تماس بگیرید. آدرس ایمیل خود نوشتن، شما میتوانید که از طریق این ایمیل با این خواهر ما در تماس شوین و همچنین شماره تلفنی یکی از افرادی اطمینانی و افرادی نزدیکشان را در افغانستان نوشتن، چون هنوز اینها سیم کارت در ترکیه نگرفتن نرفتن، وقتی سیم کارت میگرفت شماره تلفن خودم میدادن، اما شما میتونید که با این شماره تلفن در اینجا در تماس شوین و آقای کریمی که از فشان نزدیکشان است و مورد اعتمادشان است با شما راهنمایی میکند و با شما معلومات بیشتر میدهد که چگونه با اینها در ترکیه تماس شوین از طریق تلفن. وقتی که اینها در ترکیه سیم کارت گرفتن حتما در اختیار آقای کریمی شماره تلفن ترکیهشان را قرار میدهند و آقای کریمی بعد میتواند مستقیم شماره تلفنشان را در ترکیه در اختیارشان قرار بدهد. تا آن زمان شما میتونید با این آدرس ایمیل fatimamohammadi@gmail.com و شماره تلفن افغانستان 0799 84 28 75 0799 71 28 154 آقای کریمی تماس بگیرین. پده نظرم چی که تاسی کولی شید چی مستقیم دی دوی سر مرستی بکید، تاسی کولی شید چی دی دوی سر علی کونی سی دا هم برشنالیک پتی دا چی fatimamohammadi@gmail.com دای آمدان. اگر دی دوی دی یو اعتمادی سره پا کابول که علیک نمبر در چی در غوی سره علیکو نیسی زکه چی دوی تر اوسه ترکیه تا ندی تللی او دی ترکیه سیم کارت یا دی تلفون نمبر دی دوی سره نشته. شاغل کریمی که ولیشی چی
تاسته نور معلومات ورکی زدی تاسته نغوالم که تاسته غواله چی دی مشخور سره مرستی بوکی هرو مرو تاسته پا دا دی برشنالیک او همدارنگ دی تلفون نمبر نکار وخلی دیر منان دی تاسته پامرانان او غطه سواب کجی تشکر است وجود شما بسیار مهربان استین تشکر تشکر بسیار سخت.